Okay. All right. Not cleaning between your teeth can cause anything as minor as bad breath to as major as gum disease. I don't think bad breath is very minor, though. Use Gum Brand for healthy gums, Softpix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Your gums matter. سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر. آقای کاظمی، خدا رو شکر میکنیم که شما هستید و سالیان سالم سایتون انشالله بالای سر سینمای ایران باشه. فکر میکنم یه مقدار داره وضع بهتر میشه تو تقدیر و تجلیل از بزرگانمون، چون قبلا اینجوری نبود. هر کی از بینمون میرفت یهو عزیز میشد و ازش تجلیل میشد و مراسم براش میگرفتن. در حال ممنونیم، امیدوارم که این قصه به فقط پیشکسوت ها کشیده نشه، یعنی جوانان سینمای ما کسانی هستن که من اگر بخوام به زبون بیارم هستن کسانی که در همین سنین جوانی به خاطر نوع فعالیتشون، به خاطر جایگاه فعالیتی که دارن، حتما باید سینما ازشون تقدیر و تشکر به عمل بیاره. و در مورد خودم هم همینی هم که حالا اتفاق افتاده، باز ممنونم، تشکر میکنم ازشون. دلگیر نیستید که بگید آقا دیر شده بود الان دیگه چرا اون روزا که نه، مثل میمونه که در حال کسی محبت میکنه با آدم دیگه. حالا الان من از این سینمای مسئولین فعلی سینما اگر اتفاقی افتاده، مثلا من دارم میگم سالها پیش سینمای ما مسئولین دیگری داشته. من دلیلی نمیبینم که حالا گلگی اگر داشتم از اونا نسبت به این دوستان بخوام بیمهری بکنم، دستشون درد نکنه. من تو کبیرای همین مملکت بزرگ شدم. 4 خرداد سال 1330 کوچه آبشور به دنیا اومدم، نازی آباد بزرگ شدم. بعدم چون که علاقه من به تئاتر و دبیرستان و کاخ جنوبی جوانان میدون راهنم که بود، که پاتوقمون بود و پزشکی قبول شدم، نرفتم وارد دانشگاه دراماتیک شدم. خب تحصیلاتم انجام دادم، انقلاب شد، 2 سال مسئولیت نماشد رادیو بودم، دوبلوری کار میکردم قبل از انقلاب. بعد به سفارش استادم رکن‌الدین خسروی، ایشون به من گفتن که محمد بازیگر خوبی هستی، سعی کن اگه میتونی دوبلر بذار کنار، یواش 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 حس و حالت تو چهرت میره به صدات، در صورت دیگه بازیگر باید زمین که صدای خوبی داره باید چهرش بازی میکنه. چه سفارش قشنگی. رضا باره دیگه به دنیا میام بذارم به عهده خودم، دوباره همین دنیا رو انتخاب میکنم دنیا بازیگر. برای بعدی کاندید بازی کاندید سیمرغ اونجوری شدم، برای پدر شدم، برای فیلم دیوار شدم، برای فیلم پدر سیمرغ گرفتم، برای فیلم پدر جایزه بهترین بازیگر قاره آسیا رو مالزی گرفتم، که با زندگیات خصو شکیبایی با هم رفته بودیم مالزی، ایشون با فیلم خواهران تقریبا با فیلم پدر. من یادمه که سن سباستیان رفته بودیم، مرحوم عباس کیارستمی هم یادشون بخیر داور بودن اون سال در جشنواره. حالا ما با فیلم پدر، یه ژاندارم، یه بچه، یه کبیر، بعد دلیل رو تبریک آمد کلان به من گفتش، گفتش آقای تبریک، آقای دلیل رو میگه که
بازیگر قدرتمندی هستی. گفتم شما بازیگر قدرتمندی هستین، اما متاسفانه سینمای ما طوریه که آثار شما به دست ما میرسه، شما میبینین، اما آثار بر بچه های سینمای من به دست شما نمیرسه. پناهنده مرحوم رسول مالغولی بود، زنگ هم زنگ هم قشنگه. اصلا اون احمق تیران سرش نمیشه که بایکوت همه چی نابود میشه. آدم هم مثل همه چیزا با فقط مبارزه میکنیم. همه بهشته انگاه یه کتابه، انگاه یه رومانه، انگاه یه کار مستنده. میشه مثل دوتا مرد با هم بشینیم صحبت کنیم. بزرگترین جهشی که جشنواره ما داشته، بزرگترین پیشرفتی که تو این سالیان کرده، خب شما بودید از اون اول میدیدید، الان فکر میکنید جایگاهمون چجوریه؟ چقدر پیشرفت کردیم؟ چقدر خوبه سینمامون؟ ببین سینمامون که در حال نسبت سینمامون خوبه. ببین سینمامون کلیتش بخوایم در نظر بگیریم سینمای خوبیه، اما اینکه حالا نسل ما یا در گفتگوهای سینمایی به دهه 60 سینما خیلی تکیه میشه، دهه بودش که تعداد فیلم هایی که هر سال تولید میشد که تو ارزش گذاری از نظر حالا ساختار و محتوا رده های بالا قرار می گرفتن، تعداد اون نوع فیلم ها در اون دهه تعدادش بیشتر بود. هنوز ما باید تکیه کنیم به اون دهه عطفمون اونجا بود. من تصورم اینه که در حال کسانی که وارد عرصه سینما میشن، جوانانی که حالا از نظر بازیگری، نویسندگی، کارگردانی وارد این عرصه میشن، خوبه که آثار دهه 60 و در حال با منو یک کلاس کاری بررسی کنن. و متاسفانه این آثار با اومدن چه می‌دونم اینترنت و شبکه‌های متعدد ماهواره‌ای اصلا کمتر وقتی میمونه برای کسی که بخواد این کارا رو انجام بده. ضمن اینکه اصلا به دست آوردن اون آثار هم خودش مشکله. آره مشکله، اما دهه خوبی بوده. بنابراین میزان برای امثال من اون ده هست، و اینکه ببینم دهه 70 تعداد کارهای برجسته کمتر شد، دهه 80 کمتر و دهه 90 هم که الان توش این باز کمتر، ولی خب آثاری ساخته میشه که میبینیم سینمای ما رو به جهان بیشتر از پیش معرفی میکنن، قابل احترامه. تک آثارهای خیلی خوبی الان عرضه بشه، ولی به صورت کلی میشه گفت ضعیف‌تر. آره و دلیلش هم خود سینماگره. ببینید سینماگره همین آثار خوبی رو که الان داره به وجود میاد، همین آثار خوبی که داره به وجود میاد در همین مملکت با همین شرایط داره این آثار به وجود میاد. تا اون که اگر اثرش اثر خوبی نیست به چه بهانه‌ای داره میخواد بگه اون سانسوره؟ نه، تو همین شرایط این اثر خوب به وجود میاد. بنابراین خود هنرمند ها، من اصلا آثار هنری رو دارم میبینم، من تولیداتی رو در سینما ایران دارم میبینم که جدی دارم میگم اگر من در یکی از این آثار یه روزی شرکت کنم، فکر میکنم که مگر اینکه در حالت نامتعادل روحی روانی برم تو اون کار شرکت کنم، اما به محضی که هوشیار بشم از اینکه در این اثر من رفتم بازی کردم حتما قصه دق میکنم. انقدر این اثر سطح پایین و واقعا در حد شأن سینما ایران نیست. مثالی دارید برام بزنید؟ نمیخوام کسی رو آزرده بکنم، من نه، 100% شما تو آثار سینما ایران فیلم هایی رو داریم میبینید که اصلا حوصله ندارین بشینید تا ته نگاه کنین دیگه. خب این دست همون آثار دیگه چرا من نام ببرم؟ خیلی ممنون کازی، خیلی قربونت برم.
cleaning between the teeth is very important. People think I can just brush my teeth and be fine, but even without having cavities, you can still have gum disease. Use Gum Brand for healthy gums, Softbix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Gum Brand is simple, easy to use. Your gums matter. شب بزرگ داشته یکی از دوست داشتنی ترین هاست، یکی از خوش اخلاق ترین ها، خیلی مخلص ما این کسی. جشن بزرگ خانواده عزیز سینما ایران بر همگی مبارک باشه، برای همه تون آرامش درون و سعادت از خداوند خواست دارم. پاینده باشید. یا علی. و حالا یک سیمور و یک تقدیر آقای مجید خان مظفری و آقای مومن خان ارشادی انجام میدن. انشالله که عمرتون دراز و پرگل باشه آقای محمد کاظمی عزیز. یک بار دیگه به افتخار هر سه عزیز خواهش میکنم. یه لحظه صبر کنید. همسر جناب آقای کاظمی هم بین ما حضور دارن. من دعوت میکنم از همسر محترمشون هم که به روی صحنه بیان، چون امکان نداره یه هنرمند بدون همکاری همسرش، اگر همسری داشته باشه، موفق بشه. خیلی جانانه تر حتی میشه تشویق کرد خانم کاظمی. حالا میشه بعد رقشون کرد بخونید. آقای کاظمی چند سال ازدواج کردی؟ 40 سال. ایشالا سالگرد 50 همینجا با هم گشت. خیلی ممنون. ممنون آقای